دوستای عزیزم سلام بر شما، امیدوارم که خوب باشید و از آموزش هایی که در اختیارتون قرار دادم امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. امروز میخوام در مورد آموزش تایپ ده انگشتی باهاتون صحبت بکنم، اصلا چطوری میشه یاد گرفت، و بهتون معرفی بکنم چند تا سایت رو که بتونید از طریق اون به راحتی تایپ کردن خودتون رو سرعت بدید، چون با تایپ سریع چند مزیت در اختیارتون قرار میگیره، اینکه خودتون کاراتون خیلی سریعتر انجام میدید، تمرکز و بهره وری خودتون رو افزایش میدید و یادداشت برداری خیلی سریعتر و بهتری رو میتونید داشته باشید و در عین حال پیشرفت شغلی خوبی رو هم میتونید تجربه بکنید. و دیگه اینکه خیلی از مزایای دیگه که حالا در عین حالی که کار میکنید باشون آشنا خواهید شد. من امروز ممکنه مثلا براتون سوال هم ایجاد شده باشه، بهتون حتما آموزششو به صورت کامل بهتون میدم و حتی خودم هم یه تست میرم همین کار رو انجام میدم تا ببینید من در دقیقه چند تا کلمه رو میتونم، چند تا حرف رو میتونم تایپ بکنم. البته این به صورت تسته و شما خودتون میتونید با آموزشی که در اینجا در اختیارتون قرار گرفته به راحتی سرعت تایپ کردنتون رو اضافه بکنید. خب چقدر واقعا طول میکشه که شما تایپ کردن رو یاد بگیرید؟ پاسخ به این سوال کلا بستگی به خودتون داره و اینکه چقدر میخواید به صورت روزانه برای یادگیری تایپ ده انگشتی وقت بذارید. خب آموزش امروز رو باهاتون شروع میکنم. زحمت بکشید در ابتدای این آموزش کانال من محمود بیز رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله رو که بعد از سابسکرایب کردن بهتون نمایش میدم رو حتما کلیک کنید تا بعد از اینکه ویدیویی منتشر شد سریعا شما مطلع بشید. ویدیو رو هم بعد از اینکه دیدید لطفاً لایک بکنید، نظراتتون رو با من در میون بذارید و ویدیو رو در میون دوستاتون به اشتراک بذارید. اولین سایتی که امروز میخوام به شما معرفی بکنم سایت یوتایپ، یه سیستم رایگانه و شما به راحتی میتونید از این سیستم رایگان به راحتی استفاده بکنید بدون اینکه قرار باشه نرم افزاری رو کامپیوترتون نصب بکنید. از طریق این سایت میتونید تایپ کردن رو آموزش ببینید. منتها توی این سایت هم میتونید ثبت نام بکنید و همین که میتونید اگر اکانتی داشته باشید میتونید ورود رو بزنید و وارد شید. حالا اگر ثبت نام هم نکردید تا یه مراحل رو به راحتی با این سایت میتونید پیشرفت کنید و کار رو انجام بدید. در این حالی که من این آموزش رو بهتون میدم، چند وقت پیش یکی از دوستای من پرسید تو چطوری تونستی با 10 تا انگشت همزمان سریع تایپ بکنی؟ اومدم دقیقا دو تا از همین سایت هایی که اینجا بود بهش معرفی کردم. بنده خدا رفت بعد از 3 ماه که من دیدمش گفتم خب فلانی چی شد، چطور شد کار پیشرفت، کار تو چه مرحله پیشرفتی هم داشتی؟ میگه آقا خیلی سخته، بعضی جاها هم اعصاب آدمو خرد میکنه، اما دوستش دارم و یاد میگیرم، برای همین ادامه میدم. تقریبا 1 ماه بعدش که دیدمش گفتم چی شد، به کجا رسیدی؟ گفت آقا من قشنگ دیگه الان یاد گرفتم تایپ ده انگشتی رو. ببینید یه نکته توی فرایند این وضعیت باید بهتون بگم که اولی که این کارو میخواد انجام بدید به تایپ ده انگشتی، واقعا شاید خیلی خسته کننده باشه، کلافه کننده است، شاید زجرآور باشه، اما دقیقاً یادگیری تایپ ده انگشتی همون اولی که میخواید شروع بکنید سخته. هرگز نباید شما به کیبوردتون نگاه بکنید، باید فقط به ذهن خودتون یاد بدید که هر انگشت برای فشردن کدوم کلمه است، کدوم کلیده. خب واقعا این کار اولش سخته، شما شاید اشتباهات خیلی زیادی داشته باشید یا از این اشتباهاتون کلافه بشید. ممکنه بارها یک تمرین رو بخواید انجام بدید، دوباره روز بعد اون تمرین رو یاد بگیرید یا اشتباه انجام بدید. خب حتی ممکنه تو روزهای اول انگشت کوچیک دست راستتون و اون انگشت کوچیک سمت چپ هر دوشون درد بگیره. خب این کاملا طبیعیه، منتها نکته‌ای که وجود داره اینکه این اشتباه ها و کلافگی هایی که براتون ایجاد میشه فقط برای اول کاره، چون عموما این مشکلات برای چند روز اول یا نهایتا همون هفته های اوله که شما میاد یاد بگیرید، اما وقتی که ادامه میدید تمریناتون ممکن مطمئنن میبینید که این مشکلات کمرنگ میشن. نکته دومی که باید بهتون بگم اینه که یادگیری تایپ ده انگشتی یه مهارت تقریبا 2-3 ماهه هست، یعنی شما نمیتونی این مهارت رو تو چند روز یا یه هفته یاد بگیرید. نیازه که تمرین بکنید، مغز خودتون رو عادت بدین. نمیشه که یه زمان دقیقی رو برای مثلا یادگیری تایپ ده انگشتی مشخص بکنید، اما اگر روزی 20 دقیقه تا 30 دقیقه تمرین
انجام بدید توی 60 تا تقریبا 90 روز که هم 2 ماه تا 3 ماه به راحتی میتونید سرعت و دقت خودتون رو توی تایپ کردن ببینید و مهارتتون رو زیاد بکنید. خب چرا واقعا باید یادگیری با استفاده از سایت هایی که میخوام بهتون معرفی بکنم میتونه بهترین روش باشه؟ ببینید روش های خیلی زیادی برای یادگیری آموزش زبان، آموزش تایپ دهنگشتی هست. شما میتونید توی کلاس های آموزش تایپ ثبت نام بکنید یا برید فیلم های آموزشی که این مهارت رو تهیه میکنن نگاه بکنید. شاید هم خودتون مثل خود من بیاید مثلا تجربی این کار رو انجام بدین یاد بگیرید. من خودم تقریبا از سال 74 که اولین کامپیوتر رو خریدم، اون زمان سیستمش داس بود. زمانی که من اونو خریدم اومدم و تایپ میکردم، فکر میکردم تایپ کردن یه هنر خیلی بزرگه، تا اینکه به مراتب دیدم نه بابا چندان چیز خاصی نبود اون زمان، ولی الان از تایپ کردن دارن ملت پول در میارن. سایت هایی که من بهتون معرفی میکنم، این دوتا سایت امکانات خیلی زیادی بهتون میگه، بهتون میدن. مثلا میگه برای هر انگشت و حرف روی کیبورد تمرینات خودشو بهتون میده که به شما یاد میده که هر انگشت شما مسئولیت فشردن کدوم کلمات رو توی کیبورد دارن. بعد از هر درس میان از شما یه تست میگیرن، اگه از تعداد مجاز خطاهاتون بیشتر باشه درس بعدی رو به شما یاد نمیدن و از شما یه تست سرعت تایپ میگیرن که متوجه بشید سرعت تایپتون تو دقیقه چند تا کلمه اضافه شده. حتی بعضی از این سایت ها میان در قالب مثلا بازی و سرگرمی و این چیزا شما رو به یه تایپیس فوق‌العاده حرفه‌ای تبدیل میکنن و خب شاید امکانات خاصی هم باشه که مثلا بهتون بده. خب سایت یوتایپ یکی از سایت های آموزش تایپ دهنگوشی فارسی انگلیسی و تایپ عدد هاست. این سایت کلن رایگانه، یعنی این که دارم میگم رایگانه، بخشش رایگانه و فقط تعدادی از درساش به صورت رایگانه. هزینه اشتراکی باید توی این سایت دریافت کنید. بعد از ثبت نام شما میتونید از سرویس های این سایت استفاده بکنید. مثلا میتونید با ماهی 7000 تومان آموزش ببینید. خب شما الان قرار باشه یه سی دی آموزشی رو بگیرید، باید مثلا 30000 تومان پول بدی، یا توی یه کلاس بخوای شرکت بکنی حداقل با 100000 تومان پول بدی، اما این رو با 7000 تومان ماهانه میتونی استارت بزنید. من این سایت رو بذارید اول یه تست باهاتون انجام بدم ببینید که چی به چیه و بعد بریم سراغ سایر مواردش. خب تایپ رو شروع میکنیم. بعد از اینکه درس اول رو میخواد بهتون بگه، گفته که ببینید به صفحه کلید خودتون نگاه بکنید، دوتا حرف ت و ب به زبان فارسی یه برجستگی خاصی روشون دیده میشه. اگه تو صفحه کلیدتون رو ببینید یه خط خیلی کوچیکیه، یه زایدگی کوچیکیه، اون اگه نگاه بکنید این برای انگشتاتونه، برای این دوتا انگشت دستاتونه، برای انگشت دوم از سمت راست و دوم از سمت چپ. انگشتاتون نگاه بکن، انگشت اشارتون، این دوتا جاشون روی این ت و ب هست. یعنی انگشت اشاره دوتا دستاتون رو بذارید روی حرف ت و ب. سایر انگشتاتون هم ببینید طبق تصویر حرف نون میشه انگشت دوم شما کنار انگشت اشاره. اون انگشت شست دستتون، هر دوتا شستتون، این برای اسپیس هست یا همون فاصله گذاشتن. توی تصویر رو به دقت نگاه بکنید، جای انگشتاتون کاملا مشخص باید باشه به چه شکلیه. حالا 8 تا دکمه مربوط به حروف K M N T الف لام ب و ی اس ش، اینها باید زیر انگشتاتون قرار بگیرن. چند بار دست خودتون تو صفحه کلید بردارید و بذارید و سعی کنید بدون اینکه به صفحه نگاه بکنید اینا رو بیاد لمس بکنید این حروف رو. خب درس اول دقیقا روی حرف ت و ب توی این سایت شروع میشه و بعد هم اسپیس. خب بهتون گفته که این توضیحاتی که خوندید دکمه اسپیس رو تو صفحه کلید بزنید تا آموزشتون شروع بشه. حالا من اسپیس رو میزنم. خب اینجا من گفته زمان داده، گفته تایپ کن، من میگم ت ب
ت اسپیس ب اسپیس ت اسپیس ب اسپیس ت ت اسپیس ب ب اسپیس ت ت اسپیس ب ب اسپیس تو 15 ثانیه. خب بعدی چی؟ نمودار پیشرفتم الان میگه، نمودار پیشرفتم رو میگه، میگه از نو، بذارید من از نو دوباره تایپش کنم، اسپیس میزنم، ت اسپیس ب اسپیس ت اسپیس ب اسپیس ت ت ب ب ت ت ب ب. خب من اون زمان شد 15 ثانیه، الان شد 8 ثانیه، پس ببینید راحت میشه. حالا این درس دومش ببینید مجانی یا پولی. برای درس دوم حرف نون و یه به همراه دوتا حرف قبلیه، یعنی ب و ت که گفته با انگشت میانی دست راست و یه با انگشت میانی دست چپتون باید بگیرید. حالا من این رو میزنم ادامه، نی نی ین ین نی ین نی نون یی. خب این 9 ثانیه بیشتر زمان نبرد، بدون خطا هم بودم. میرم برای درس سوم. درس ها رو اینجوری باید یکی یکی تیک کنید، میم و ساد سه. خب من اینا رو بخوام الان زمان میبره بخوام همه رو به همیشه خودم تایپ بکنم، اما در هر صورت شما همین آموزش رو پیش برید تا از شما آزمون بگیره و بعد از شما آزمون میگیره، میتونید سریع این چیزایی که یاد گرفتید رو رو همین چهار تا کلید فعلا با این چهار تا کلید شروع بکنید و سرعت خودتون رو چک بکنید، ببینید سرعتتون واقعا چقدره. مثلا ببینید من یه تست سرعت تایپ میخوام بگیرم، جملاتی هست اینجا به ما داده گفته بینار تایپ، مثلا من 16 کوچولو بذار ببینم تستش چطوریه. وقتی که شما به این حد رسیدید دیگه میایید و شروع میکنید، میگه از کتاب 16 کوچولو میخوایم تایپ بکنیم. اوکی من می‌نویسم روباه، گفت من روباه هستم نقطه شاز. اشتباه نوشتم فکر کنم برگشت. یه لحظه دیگه اجازه بدید من یه اسپیس اضافه زدم. خب روباه گفت من روباه هستم نقطه شازده کوچولو به او تکلیف کرد که بیا با من. وای باز برگشت اول، ای خدا من یه دونه بک اسپیس دادم برگشت به اول، درست داشتم میرفتم، یه دونه بک اسپیس دادم، بک زدیم برگشت به صفحات قبل. اجازه بدید من از اول شروع میکنم دیگه، دیگه باید تست بکنیم روبا. یادتون باشه اصلا بک نزنید، این یه عیب خیلی بده، نمیذاره شما حذف بکنید، چون خودش اتومات اگر اشتباه بزنی برات میگه که اشتباه زدی. من ای وای باز زدم، عادت کردیم تونتون بک میزنیم. یه بار دیگه، این برای آخرین باره، اگر اشتباه بزنم روبا هستم اسپیس شازده کوچولو به او تکلیف کرد که بیا با من بازی کن نقطه، من آنقدر قصه به دل دارم که نگو. به 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 چه شعر. اوه هنوزم از روبا گفت من نمی توانم با تو بازی کنم، مرا اهلی نکردن نقطه، روباه گفت تو هنوز برای من پسر بچه بیش نیستی، مثل صدها هزار پسر بچه دیگر و من نیازی به تو ندارم نقطه، تو هم نیازی به من نداری. وای چه داستانی، اصلا آدم عشقش در میاد. من برای تو روباهی هستم شبیه به صدها هزار روباه دیگه. چقدر طولانی شد داستانش. ولی تو اگر مرا اهلی کنی هر دو به هم نیازمند خواهیم شد نقطه، تا
تو برای من در عالم همتا نخواهی داشت و من برای تو در دنیا یگانه خواهم بود. بس دیگه دوستان، من فکر کنم شاز کوچولو گفت کم کم دارد دستگیرم می شود. یک گلی هست که گمانم مرا اهلی کرده باشد. سایت کم رو وصف کنم. روباه گفت خدا حافظ و اینک راز من که بسیار خسته شدم دوستان، واقعا به خدا خیلی زمان خسته شدم دیگه. تا تهش باید بریم، مثل تخم خوردم میمونه که میخوری تا تهش باید بخوری. نمیتوان خود دید آنچه اصل است از دیده پنهان. سرعت هم چطوریه؟ خوب. دقت شما با 51 خطا حدود 91% و سرعت شما 61.6 کلمه در دقیقه. خسته شدم خدای، خیلی یعنی بد نیست، کلافه کننده است. یعنی واقعا اگر استارتشو بزنی شاید بد نباشه. استارتشو بزنید برید جلو، خیلی هم جذابه، واقعا جالب بود. 55 تا خطا حدود 91% خوب بود. سرعتم 61 کلمه در دقیقه میزنم. خب خدا بده برکت، ایشالله که بهتر بشه. بذار ببینیم دیگه این سایت چی داشت. دیدگاه هاشون رو نوشتن، اینا نوشتن که یاد گرفتن. خب شروع کنید. یو تایپ رو من براتون لینکش رو میذارم، حتما ثبت نام کنید. اما سایت دوم تایپو آموزش تایپ دهنگشتیه. این سایت هم بر اساس تایپ صوتی داره، هم بر اساس آموزش دادن. بذارید ببینیم دیگه چی داره توی این سایت. نوشته یه دقیقه وقت بذار و بیا با امکانات. یکی دیگه از سایت های آموزش تایپ دهنگشتی همین سایت به تایپوه که خودش رو تقریبا میشه گفت کامل ترین سایت آموزش تایپ انگشتی توی ایران معرفی میکنه. اگه میخواید این مهارت رو یاد بگیرید از این سایت هم میتونید به راحتی استفاده کنید و سایت بدی نیست. من یه جمله بهتون بگم، ببینید توی این آموزش من سعی کردم دوتا سایت رو بهتون معرفی بکنم که برای یادگیری تایپ دهنگشتی به شما لیست میده. یعنی مثلا بهتون میگه خب استارت کارتو بزن. بذار من یه بار مثلا همین سایت تایپو رو بذار من شروع بکنم بهتون بگم. تقریبا شبیه به همونه، امکاناتشو بخوام این نوع چیزش بد نیست. کار با بعضی از این سایت ها کاملا رایگانه و شما هیچ بهونه ای نمیتونید برای شروع نکردن یادگیری این تخصص که واقعا توش پول هم هست پیدا بکنید. پیشنهادم اینه که از همین امروز شروع بکنید. روزی 15 دقیقه تا 20 دقیقه وقت بذارید تمرین بکنید. تو 3 ماه آینده مطمئنن به یه مهارت فوق العاده تو تایپ دهنگشتی میرسید. خب شما چه روش های دیگه برای تایپ دهنگشتی میتونید پیدا بکنید که مثلا رایگان باشه؟ فراموش نکنید که شما از این تایپ دهنگشتی نه فقط برای تایپ کردن، بلکه میتونید کسب درآمد هم داشته باشید. سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی هستن که توی همایش‌ها به افراد نیاز دارن که میخوان تایپ بکنن. خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری مختلفی هستن که میگن آقا بیاید، ما نیاز به خبرنگار یا تایپیست داریم، یا نیاز به مثلا تایپ کننده داریم. توی همایشی، سمیناری، چیزی شرکت میکنید و اون چیزی که از مجری شنیده میشه رو همون لحظه تایپ میکنید. خب سایت typo.com.top هم اول که شما بازش بکنید نوشته راست بشینید. دقیقا وانمود کنید که توی رستوران فانتزی نشستیم. مانیتور خودتون رو چک کنید که از روبرو دقیقا نگاه بکنید، نه از بالا و نه از پایین. و برجستگی این صفحه، چیزایی که بهتون گفتم ت و ب رو دو صفحه کلید حتما زیر انگشتای اشارهتون بگیرید. چشماتون رو ببندید، سعی کنید دوتا برجستگی زیر انگشتاتون قرار بگیره. انگشتاتون رو قرار بدید توی صفحه کلید و دقیقا به انگشتاتون اعتماد بکنید. از این به بعد دیگه به کیبورد نگاه نکنید. شروع میکنیم
مثلا من بذار درس اولش رو ببینیم چیه. این هم ب ب ب ب ب ت ب ت. ببینید همشون با همین چیز، همین دوتا کلمه اول شروع میکنن، همین جایی که دست شما داخلش روی صفحه کلیدتون خورده، به خاطر اینکه این کلیدها که روش برجستگی بود اولین چیزی که شما قرار باش کار بکنید. خب من چون همزمان داشتم با شما صحبت میکردم و سایت رو داشتم چک میکردم، تعداد خطاهام دوتا شد و من گفته شما 25 تا کلمه تو دقیقه میتونین سرچ بکنیم، بعد اینجا گفته برو به درس دوم. خب درس دومش هم اینجا توی یه ویدیوی 2 دقیقه آشنا میکنه با هاتون که میتونید آموزش رو ببینید. اینها حروفی هست که باید توی این درس شروع بشه به گفتنش و میتونید تایپ بکنید. ببینید بذارید من تایپ کنم. ت ت ت ب ب بت ت ت ب ب ت ب ت ت ت ب ت ب ب ب ب ت ت ت ب ت ب ب ت ب ت ب ب ت ت ت ت ت ب ب ت ب ب ت ت ب ت ت ت ب ب ت ب ب. اوه یه اشتباه اینجا، ب ب ت ت ب ب ب ت ب ب. خب اینجا ببینید من توی مرحله قبلش به من گفت شما فقط 25 تا کلمه، الان گفت 47 تا. یعنی شما همینجور درس ها رو بری جلو بهت میگه تو 32 ثانیه مثلا من چند تا اشتباه گفتم، چند تا درست، دقیقا چه کلماتی من درست گفتم. ثبت نام تو این سایت رایگانه، میتونید توی این سایت ثبت نام کنید. حتی اینجا ببینید میشه رقابت کرد، ماشاءالله 175 کلمه در دقیقه تایپ کرده، 100%، 169 کلمه در دقیقه تایپ کردن. ببینید اینها افرادی هستن که میان و کار رو شروع میکنن و بعد از اینکه تایپ کردن رو به خوبی یاد میگیرن، کاری که انجام میدن میان توی این رقابت هم شرکت میکنن و خوب جایزه هم میگیرن. من توی آموزش امروز به شما آموزش دادم که از 2 سایت تایپو و سایت یو تایپ میتونید به رایگان و به سلیقه خودتون استفاده کنید و سرعت خودتون رو در تایپ کردن ببرید بالا با این سایت ها. امیدوارم از آموزش امروز خوشتون اومده باشه. لطفا بعد از دیدن ویدیو و بعد از اینکه کار رو شروع کردید، از مراحل کاری که دارید انجام میدید چقدر پیشرفت کردید در تایپ کردنتون، حتما توی نظرات برای من نظرتون رو بنویسید. من به نظرات شما حتما پاسخ میدم، شک نکنید، به آخرین نظری که داره ثبت میشه جواب میدم. شما اگر اولین نظر رو هم برای من بزنید هیچ فرقی نمیکنه، من به همشون جواب میدم. لطفا ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایک کنید و کانال من محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید و ویدیو رو بین دوستاتون به اشتراک بذارید. از اینکه وقت گذاشتید در این 24 دقیقه ازتون سپاسگزارم. در آموزش‌های بعدی آموزش‌های بهتری رو خدمتتون ارائه خواهم داد. آرزوی شب و روز خوبی براتون دارم، موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.